مصطفی نادری هستم از افغانستان و مدت یک ساله که اینجا هستم. خانواده ما 2015 رفتن به سوئیس و خیلی تلاش کردم توی این مدت یک سال که به خانواده توی سوئیس ملحق شم، اما به نتیجه نرسیدم. همه مردم کم با امید امنیت و آرامش پا به اروپا گذاشتن، چرا که اروپا رو مهد تمدن و حقوق انسانی و حقوق بشر میدانستن. ولی ما از وقتی وارد خاک اتحادی اروپا شدیم، ما رو به حال خود ما رها کردن، نه برای ما خانه ای دادن، نه برای ما جایی دادن، فقط یه خیمه پارچه ای بود و زمستان سرد، باران بود، طوفان بود. ما آمدیم داخل کمپ موریا، کلا طرز فکرم عوض شد نسبت به حقوق بشری و ارزش‌های انسانی. توی کمپ یک سال بودیم، کمپ هم آتیش گرفت سوخت، آمدیم کمپ جدید، بدترین کمپیست که همه مردم با حال خودش در بدترین حالات انسانی رها شدن. اونجا میفتیم اینجا جهنم است، ولی موقعی که کمپ هم آتیش گرفت و ما آواره 10 روز توی خیابانا بودیم، همه خانواده بسیار در وضعیت اسفبار بدی بودن، نه دسترسی به دکتر، نه آب، نه غذا توی خیابان. ولی آخر داخل کمپ جدید ما را آوردن که اسمش فقط جدیده و نوعه. تنها چیزی که کمپ جدید است خیمه های سفیده که عکس های هوایی که به چشم بیننده در صفحه های موبایل و صفحات تلویزیون خوب دیده شد شبه کم. ولی این کمپ با اینکه او کمپ قبلی رو ما جهنم میگفتی، این کمپ بدتر از او کمپ شرایطش. مردم اینجا در روز یک وعده غذا میخورن، نه صبحانه وجود داره نه غذای شبی. شبها روی همی خیمه روی سنگ ها میخوابن، روی بدترین جا، توی هوای سرد، لب دریاست، بسیار باد بدی میوزه، توی بارانی که از توی فصل زمستان میباره، در داخل چادرها هستن، بسیار وضعیت بد، خیمه اینا رو آب میبره، وضعیت روحی روانی مردم خیلی خرابه. ما اینجا از حق تحصیل محرومیم، مثل شما تحصیل کنن، اینا مثل شما آدم هن. شما یکی لحظه پشت صفحه موبایل، اسکرین موبایل دارین صدای ما رو میشنوین یا از تلویزیون دارین میبینین، این مردم حق زندگی کردن ندارن. ما هم حق زندگی کردن نداریم، این چیزی که از ما گرفتن. کمک کنین و برای از اینا حق زندگی کردن بتین و از این کمپ اینا همه رو منتقل کنین به کشور خودتان. ما هم از دولت سوئیس میخواییم، پارلمان است، و هم از کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی. ما امید داریم و منتظر شما هستیم که به ما کمک کنین.